السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به بخش چهارم محشر و آخرت خوش آمدید عزیزان من. الله سبحانه و تعالی دیروز خودش با هیئت و با یک کیفیتی که مناسب خود ذات اقدس الله سبحانه و تعالی است در این میدان حاضر میشه و تمام ملک ها تمام فرشتگان منظم صف کشیده میشن. بعد از او انسان ها در میدان محشر در یک صف در حال آورده میشن که همگی نمایان هستن. احد من الناس نمیتونه خدا پشت سر دیگه مخفی بکنه. به می شکل اینا نظم داده میشه. به یک شکل خاصی ملک ها انسان ها را ردیف میکنه که هیچ کس نمیتونه خدا در پشت سر کسی دیگر مخفی بکنه. و او تو روزی هست که خوفناک جهنم بسیار نزدیک میشه، صدای جهنم شنیده میشه، زمین سخت در هم کوبیده میشه، صاف و مسطح میشه. بعد از او ترازوی عدل الهی در اونجا زده میشه تا که به حساب کتاب مردم رسیدگی شوه. بعد از او پل صراط ایجاد میشه. از این لحظه انسان ها دسته دسته گرو گرو تقسیم بندی میشن. دسته یهود، دسته نصارا، دسته فاسقین، دسته مؤمنین، دسته مخلصین، دسته دوستان و اولیای الله سبحانه و تعالی. عزیزان گرانقدر، در این روز حوادث و رویدادهایی که به طور خلاصه خدمت شما تقدیم میکنم در اونجا رخ میده. اولین چیزی که بعد از اینکه محشر شروع میشه، قسمی که من گفتم مبعوث شدن انسان ها از قبرهشان است. بعد از او اینا با بدن و پای عریان و برهنه روانه محشر میشن. سیومی که آمدن پیامبران و آغاز شفاعت توسط محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آغاز میشه. چهارمی که قرآن کریم به آسمان پرواز میکنه. و پنجم، اعمال نامه ها به دست راست یا چپ داده میشه. آنانی که به دست راست اعمال نامه را میگیرن، اونا از کسان هستن که اعمالشان نیک و صالح بوده، و اونایی که اعمال نامه‌شان به دست چپشان داده میشه، اونا کسایی هستند که اونا اعمال خیلی خوفناک و گناه های زیاد را انجام دادن. ششمی که ترازوی عدل الهی در اونجا گذاشته میشه. و هفتمی که اعمال انسان ها وزن میشه. فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. به اندازه مثقال خیر کرده بودی اونجا میبینی، به اندازه مثقال شر کرده بودی اونجا میبینی. هشتمی که هر آنچه را که در دنیا شما پرستش کرده باشین امرای شما اونجا خواد بود. کسی که قبر پرستش کرده او قبر با او خواد بود. کسی که با بت گفته که بت با این سنم و این فلان و بسملان خدای مستوبن عوض بالله، او هم امرایش خواد بود. کسی که 24 ساعت کمرای فیسبوک بوده که تو فیسبوک عروسی کرده با فیسبوک در زیر بغلش خواد بود. و کسی که با قرآن بوده دوست الله سبحانه و تعالی بوده ارانجی را که در دنیا پرستش میکرده با او امرای خواد بود. نوعم این که با عوض کوثر مردم هرزه میشن مو کسایی که مستحقش هستن. و دهم، از پل صراط باید اینا عبور بکنند. و یازدهم، بعد از او مرحله وارد شدن به بهشت یا جهنم آغاز میشه. و دوازدهم مرحله است که امو کسانی که مسلمانانی که بعد از سالهای متمادی در جهنم بودن
از اونجا خارج و داخل جنت میشن که انشالله در بخشهای بعدی خدمت شما تفصیلات بیشتری خواهم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.